yaşar. Anayasa tanıyan hakkı. Ve her kişi o in, o da zaptır o yatağın mi başar. Nişan-ı ziyanet, در دستان این مردان می‌خورد تا عبرتی باشد برای دیگران. درن مروبت امرگاه تونیس عبدالوسا این از گذشته در تو مانده کمک به حالی شب پیمان شکنیست و جزایی جز این ندارد. این پیمان بوی برادر کشی میدهد. این خیانت توست به خاندانت. او در پناه من است ابولهب. اگر شمشیری از نیام بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که روی پوشیده از شهر میگذرد و درستی میکنم. از غبار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. مرا دشمن خود بخوان، بگو آنچه داری. گوش شنوا و چشم بینایی نمیبینم. چشم و گوش مکه منم حمزه. حرفت رو بزن. من خیلی منی هاشه میخوام. خیر تو شر تو سبو صوفیان. گجراه نرو حمزه. من اگر پای عهدنامه تبعید محمد و پیروانش رو مهر نهادم، بیم داشتم مبادا محمد با این کار خدایان خون این شهر رو به جوش آورد. بازش کنید. مکه خیانتکاران را در خود جای نمیدهد. آن که پناهش داده ای دیگر نمیتواند اینجا بماند. سامویل، فردا پیش از غروب آفتاب این شهر را ترک میکنی. در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر میگذرد مشرکان تنها با آزار و شکنجه راضی نشدند و در پیان بودند که پیامبر را به قتل برسانند. این چون این است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شوند. این 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خوش و با نهایت رنج و تنگ دستی و گرسنگی کودکان به سر میبریم. پیامبر فرمود نوزاد دختر دریست گشوده از درهای بهشت بر روی شما. قدمش مبارک. او نام مادر خود را بر روی دختر شما گذاشت، آمنه. آمنه. و این خرما را به تبرک داد و فرمود شیر مادر را زیاد میکند. شکر. تا کجا رفتین؟ 5 روز راه بی‌حاصل. دریغ از 1 دانه جو، دریغ از 1 قبیله بیابانگرد که سکه ما بردارد. خبر تحریم تا دورترین قبایل رسیده. نترس، این آوازه دین خداوند است که پیکایشان ناخواسته به همه جا رساندند. پیامبر در گوش نوزاد زمزمه‌ای کرد، دلم روشن شد، گشایشی در راه است. سران مکه باور نمی کردند که محمد و یارانش چنین صبر و تحملی را از خود نشان دهند. استقامت مسلمانان باعث شد تا نشانه هایی از تفرقه در میان سران مکه به چشم بخورد.
ابو طالب، سران ده قبیله در دار و ندوه گرده هم آمدند به انتظارتان. مراقب خانه پیامبر باشید. علی جان، کار تقسیم تمام شد، پیامبر تنها نماند، در کنارش بمان. بروی چشم بده. چه جای مخالفت است وقتی همه خواهان فسخ تحریمند؟ من بیشتر از همه دلتنگم برای خیشانم در بنی هاشم. مکه به استقبال محمد می رود اگر خواست بزرگان این است. چشم بر خدای دیدنی می بندیم و دل می سپاریم به خدای نادیده. تو بگو آس، حاضری سفرت را با غلامانت تقسیم کنی؟ تو شام، حاضری زنت به پشتگرمی خدای محمد حرف روی حرف تو بزنم؟ تو میخواهی دکان عیش و نوش کاروانیان را تعطیل کنی؟ پس تو هم پدرانت را انکار کن. همه خدایان زائران را بشکنید و بنشینید به انتظار تا کی کاروانی از این سو بیاید. اگر سود بزرگان در این است، پس رو من همراه شما نباشم. بزرگ قریش، مکه روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند. خوش آمدی ابو طالب. وقت تنگ است و گفتنی بسیار. من صدای جمع می شوم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نام‌آورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. می دانی محمد امروز می توانست از چه جایگاهی باشد؟ نه بالاتر از آن چه هست، برگزیده خداوند. ابو طالب، ذی‌الحجه امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو می شود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شده، اما می خواهم بدانم او چه بهایی می پردازد تا ابو سفیان به آیینش در آید. ایمان مال تجاره نیست ابو سفیان. او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش، با هم هم پیمان می شویم. چه عطری خوشبوتر از دست های بیعت کننده؟ می شود دل را از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمی دانند؟ نگو نه. کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر زعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب، با نامت میتوانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی. خودت خوب میدانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است.
نقاب از آن قصه دیگری که پنهان کرده ای بردار ابن هر. قصه دیگر؟ با من بیا. طاقت این قوم به سر آمده، همه یک رأی و یک پیمان. سپیده که زد از دست من هم کاری ساخته نیست. جنگ قبایل، آنان که خود را به حرکت می افکنند خون بها ندارم. هرگز نه بر خونی پا گذاشتم نه خونی بر دامنم نشسته، مگر اینکه دیگران نشانده باشم. ابو طالب، اگر محمد دست از ادعایش نمی کشد، بنی هاشم دست از حمایت او بردارد، آنگاه شمشیری در میان نخواهد بود. و تیغ بر گلوی مرد بی حمایتی بنشیند که پیامبر خداست. وقتی آسیاب جنگ به چرخش در می آید، بنی هاشم دانست میان سنگ زیرین و زبره. مهلت تا آفتاب فرداست. ندیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار نداد؟ خداوند گروه گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت.
در اوج هیاهو حضورت آرامم میکند. اولین بار که در وجودم حست کردم گرمای بودنت تسکین غم بیخبری از پدرت بود در آن سفر بی بازگشت. آمنه کجاست؟ راضی نشد بیاید. چه کنی؟ سنگراخ کوه برای زن آبستن هم تر است. امانت هایی برادرم، تنهایش نگذار. برو برو ابو طالب. ابو طالب بیا. تو در شهر چه میکنی؟ این زخم برای چیست؟ سپاه فیلسوار همه شوترهای پدر رو گرفتن، بزرگان طائف هم زاری کردن، تو همون خواستن. یعنی اینقدر نزدیکن؟ در مقمس اردو زدن، من بودم و بودایل شاهد، آنها را اسیر کردند. پدر کجاست؟ برمیگردم. پدر ایستادگی امکان ندارد، چندان مرد جنگی نمانده است، از همه قبایل به تعداد انگشتان دو دست. بودایل هم خبر از گله شتران تان آورده، سپاه ابرهه همه آنها را به غنیمت گرفته. از آمنه بگو. خسته ماندن دارد، او را به فاطمه سپردم. به همه کسانی که کعبه پناهشان است و میمانند رسیدگی کنید، به آنها که میگریزند نیز یاری رسانید. کسی را هم پیدا کن زبان حبشی بداند. من عبدالمطلب هستم، بزرگ مکه. عبدالمطلب نه، یه مکه تعلق. نو تعلق نه من دزمون که کابا کل فیش نه بسی رجیمن قدیم شما بزرگ مکهی با کلید دور کعبه. من در راه درازم بزرگان هر شهر به پای بوسی من آمدند، برکی کاهش کردن نیک بی جاوردن و برکی نه، برکی رک خوشتم و شکستم به خدایشان، برکی نهادم و بخشیدم به خدایشان. اما کعبه مقصدی است که از آغاز داشتم برای شکستن. آمده هم بشنوم بزرگ مکه و کلید دور کعبه چه کاهش آورده است. اکنون کاهش میپذیرم در میدان جنگ نه. این خواهش من است. یه نفر لاغوت نه. سپاهیان سردار 90 شتر مرا به غنیمت گرفتند. یانته اتا دروج زتناگ ملوچن وسدو بینال. جنگ نکرده غنیمت ندارد. تورن سای درگ به مرکونینت ایازم. پس بگویید شتران مرا باز پس دهند با شتربانان.
ስለዚህ ግመሎችን አስመልስልኝ የግመል ጠባቂዎችንም ያለ ቱርኔት ያለ ፊልሚያ ጃንጊና ካርዴ ፋቲህና ካርዴ በጣም ትገርማለ አስቸሽማም ኦፍቶዲ በዞርገ ማኬ አንተ መከታለክ ኮህሸቱ አሳርዶር ፍልሰቦ ነጀውትሽ ተወራናት ቡድ ናሸፋት ሻህሮ ኮነይ ኩዶያት خدای مرا چه حاجت به شفاعت من؟ اینه گیتا کنه من اردت های فلگم من فقط مالک شطران هستم اینه بله بیتنت به گمالو چه بچه لینو شهر و خانه خود صاحبی دارند کتما اون نبی تو بله بیت هلو اینه ابراهن یشم لیچ یمن استرادر به هفش نگوست احساس بیچینی های من ابراهی حکمران یمن به امر پادشاه هم در حبشه عبادت گوهی سکتم درخشان چون کرشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکی را به مردمانش کرد تو پاسخ بده کلید دور کعبه پس چرا رونق بازار و دین و آوازه کعبه همراه با درجه هم نگردد راز این کعبه چیست؟ من راز نمیدانم. اینه مسترون علاوکم. اما از کعبه میدانم همه سنگ است نه جواهر. ولو کعبه کدینگه اینو یتسرا عیده لم که اینکو. هیچ حکمرانی به فرمان هیچ پادشاهی نساخته. افتو چاین الت کوهل بکه. بوله چه هم لطورنت تزگه جو. کیملو چون مل سلت. میگویند اتراک تمام. برای حمله آمده شوند شتورانش را پس دهید و شتور بانونش را آشن نفل مایت کمه تا اسکتوات گیزه بیتشایی کرن یا از سپاه من دور شو این شتوران نزد تو حاسوب امانت هست
خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشده. Ich schaue nur ins Bene Israel, ich nehme mich um.
و یوباره دونه یسینن باب زراخ زیر نمو هفی ها بخار برن بیتخ میری ودت بودش میمی نوشتد لبو افخومم آمیم کل کدوشم بیا دیخا بخم تو بوده رک میخا ایسا میدم بودیخا تو من سیوانا نموشه مراشه که خیلی دیم Kızım çok yoruldu, ne aşağı yandım, yedim seninle. Umat ağabey, ilan ağabeyim. همه را غذا دهید. کسی گرسنه از این سفره نرود.
خوش آمدی برادر. گفتن ولی من خیشان و بزرگان. هنوز پدر را نشناختی؟ بشناسم که بنشینم سر تهمانده سفره ریز خوارا. از هر عزتی میگذرم خودم را خار نمی کنم. دید آمدی کودکش گرسنه است. بانویم مهلت نمیداد بیایم. خیلی گرسنه است. سفره پدرت را دیدم که از مکه بیرون میزد. شادیانه است برای نوش. تو خوش نداری؟ عزتی است که میخرد برای نوزاد بی پدر و مادری که شیر ندارد. اون وقت کنیز من را برای شیر دادن به آن کودک میبرند. به تو گفتم از این ولیمه چشم بپوش. من به ولیمه نرفتم. رفتی و برگشتی با خفت. گفتی عزت خریده نیست. رفتم که از حراجش جا نمونم. چه شکل بود؟ شبیه عبدالله؟ ندیدمش. نگفتن شباهت به کی برده از این خاندان؟ هیچ کس را ندیدم. این هم سهم تو از حراج. عزتش سهم یتیم عبدالله شده. 8 عموی دیگرش. تو هم فرزند بیار تا سهم بگیری. از تو فقط آبستنم به بغض. همین درد تو منم یا نه؟ درد تو این است که عبدالله نگاهت نکرد و قرعه به نام دل بی صاحب من خورد. درد من این است که چون وجه هاشتی شدم میان بنی هاشم و بنی امیه، از 10 پسر عبدالمطلب سهم من نه خوب روی خاندانش بود نه شجاعت. وجه هاشتی که تو باشی، دنیا هاشتی بنی هاشم و بنی امیه نمی بیند. نفرین به تو. همه را وارسی کنید مرضی نداشته باشند. سر تا پا یک زخم جراب دیدید کل معامله سوخته. با سخاندار و کاری سوا کنید. ببینید این از کجاست؟ کار برد است یا نه؟ این یکی فروشی نیست. مکه اتفاقی افتاده؟ روزی است از روزهای ربیع الاول. برمیگرد. کجا؟ سفارش من. نحن رعین الراج ایش بشمعی. I am Lodeber Elohim. I am Moshe Melewaish. افوها ایش هزوت و افوها روت هایل. نحن لو یخلیم لراوت هار زینا شباب منو موشه بنو فران. الوهیم و هموشیا نعلمیم اغتانو. I am Lohi Afaran, here Eretz, Shegar Bavram, Vebne Yisrael Heglu Eleya, Kedei Shehmoshiya, Yofiya Benehem Beezde Shohoyum, Belishum Sefek Shenula Zakhar Ben Ha, Nishim Ha Eli, Fein Shema Muftaad Maaz Hilad Habraa, Yardaa Al Gofa Hinoshi, Fahi Beninu Akshaf. Az Atim Yudim Devar Velo Simoklum, כדי לבד אותו, אנו צריכים לדעת למי מהיהודים נולד בן. יהודים במכה מרתם. שמואל, לא נקפאמו את להופעת המושיה המופתע. נחכאת שנראה פרשנותך מבגדולי חיבר. אם היה בינינו, אנו צריכים לשמוע קריאתו בגיגוע. אני הלך לחיבר. אחרי כמה ימים ולפני כן אני צריך לבדוק מצב הילדים הנולדים במכה.
اصاب اصاب אנשים האלה לא, אבל אולי בשבילה. אז שנלך. תשועתנו לא פה. دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟ در این نام نتبرک خدایان هستونه یا کرد پدران؟ در این نام یادی از خدایان نیست؟ در هیچ قبیله چنین نامی سرم نداری؟ نام هیچ پسری محمد نبوده؟ نامش ستوده است ستایش فرو نامش ستوده است ستایش فرو محمد محمد Thank you.
جمیله کنیزش را خواسته. صبحیبه تازه آمده. صبحیبه! شیر خوردن نوزاد طولی نمیکشد. کار و زندگی بانوی خودش را رها کرده آمده پیش شیر دادن بچه؟ این بچه پسر برادر توست. و جمیله هم زنم. امان بده، مادرش که همشیر است. روز چندم است و این بازی. صبحیبه کجاست که نمیشه نبد؟ صبحیبه! آمنه، جمیله راضی نیست که نیزش بچه را شیر دهد. هنوز گرسنه است. نمیخواهم حرفی از نارضایتی در این خانه باشد. میکنی دیوانه؟ مرگ میخوایی؟ بمان. آب میخوام. در راه مانده ایم و تشنه. دو منزل جلوتر چه هست؟ حیوان بارکشم تلف شده. آفتاب توان رفتن را از ما برد. دست ما تنگ است. بمانید. فقط جرعه ای تا خود را به چاه برسانیم. جرعه ای. بس ما را میتوانید در آن سوی ببینید. جلو بیو. بیا. می روی. مکه می رویم تا شیر این بچه را با کودکی قسمت کن، عوض نان چند سر آهله. دیر آمدی، نامگذاری گذشت، به بازار دایا نمی رسی. بگیر. در این بیابان باید به فکر مشک بیشتری می بودی. بزرگواری کردی مرد. خلوت کن، حرف دارم. زبان ما نمی فهمد. تو زبان ما می فهمی؟ جان به تن برادرزادت نیست از گرسنگی، و تا دایه پیدا کنیم تلف می شود. کنیز تو شیر دارد و دریغ می کنی. بهایش را بگیر یا قیمت بگذار و کنیز را بفروش. کنیز را هدیه کردم به زنم. هدیه را نه پس میدهند نه میفروشند. زنت پدر جمیله عروس توست. از او بد نگو که حالا دیگر پاره دامن خود توست. از پاره دامن نه، که از پاره تنم گله میکنم. بنی امیه با دادن این زن به تو، تو را از بنی هاشم خرید. یا نه، خودت خاندانت را به ایشان فروختی. تو اگر نمیخواستی این وصلت سر نمیگرفت. چرا؟ از بنی امیه بوی قدرت شنیدی؟ از خاندان خودم چی گیرم اومده؟ قابیل نداشت این بخل و کینه که تو به برادرانت داری. ابولهب چاقی مراقی نیمتاو اگرای میلی و زور داراو اگرای
החכם הגדול מכיר את הסימנים טוב. ומצפך המביך והדיעה שהבאתך לבית הכנסת על האורות של פרם. הסימנים האלה אומרים שעל השער הגאולה, אז אנחנו נראה את האמת בקרוב. אני מודאג. אתה מודאג? יש עדויות על ההיבלדות, אבל אין סימנים על זכות ומשיח. אומר שהיהודים שעיים במכה מעטים. לא נולד שום זכר בין המשפעות היהודיות בזמן שנלנו האורות. כל עוד יש המתנה אז תהיינה אשמעות על הישוע. אנחנו לא צריכים להכות ונוס יהל שפלך בין היהודים. אז מה משמעות המתנת היהודים? מעטים שנה מגיל לגיל הם המושיע יהיה מהערבים. אין שום תנאים להופעת המושיע אצל אלוהים. הם לא יהיה מאיתנו. מי שבא עובד מחתך, הוא יהיה המושיע, אלא הוא יהיה הנשאר אצלך. אבותינו שנשאל את אלוהים שיופיע. מצעד יש לי ספק, ומצע שני יש לי אמונים. האם לא זה דינו של פרעה, כפי שאומרים נאמה משה? אנו צריכים להכיר אותו, זה דין התורה. כי ילד יולד לנו, ונתן לנו ותהי עמי ישראל שיחמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום. למרבה עמי ישראל ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם כנעד יחווה תשבעות תעשה זאת. ואם לא יהיה מאנשינו, איך יכול להיות שיש נביא לו מאיתנו והיה קיים על האמת? האם אתה חושד בפרט היהודים? לך למכה ותעסוק במסחר קבוע, וכפי שאישרת וחיית מאמין בבחירות האורות בפרן. תחפש על ילד יש לו סימן השלטון על הכתפיו. הסימן שהיו שאר הנביאים נושאים על כפות ידיהם. הערבים לא מאמינים בהמתנה למושיע. באמת הנשמה הגדולה ההיא, כפי שהסימנים אומרים. הילד הוא כמו האוצר שיגל אותנו מסלנו. תמצא אותו. من با آتا میرم. کسی ما رو به دایگی نپذیرفت. از پشم گوسفندهایی که آوردیم فقط همین درآمد. چه باید بکنم؟ نمیدونم. این جمیل که جان برگشت ندارد. راضی باش میبرمش بازار، بلکه دستمایه ازش در بیارد. بابتش دکی نمیدهند، فقط دخترمان آزرده میشود.
چاره‌ای ندارم حلیمه. بیا. بانوی من سخت پسند است، اما هر کدام را انتخاب کند مزد خوب می‌دهد. هر دو بیایید. بی خود دور شهر نگردانش، همه یک پر گوشت هم آب بشود. بدنش هم زخم دارد. به قیمت گوشتش بدهی مشتری. اجرت زب هم نمی‌گیرم. پوستش هم مال خودت. بانویت مرا قبول کنم، بچه هایم بی کسند و به نان محتاج. با ما هم سفره نمی شوی؟ به دلم افتاده بود مهمان می رسد. نگران نباش، اهل خانه می آیند تیمارش می کنند. خوش آمدی. بیا تو. خوش آمدی. بفرمایید. بچه رو آنجا بگذار کمی استراحت کن.
برو برو. نه هست. شیر ندارم. در این چند روز هر دایه آمد سینه‌اش را نگرفت. شوق مادرانه است برای شیری که او پذیرفت. تو چرا گریه میکنی؟ این سینت خشکیده اما تا به دهان گرفت همه شیر شد. نامت چیست؟ حلیمه سعدیه. اصلی لومر شزه زعب نکی یه حلیمه شیمت سه تاییله یهله دیه دوو ببرخاتو بایی و یش لو سیمان هیلا کتف شیلو بایر های فشاه زود فتحت هشامش هزور فتسود هاو مهود سامود یلدی هنت سل همینی کود به باتی هایر او به مدبار تابسو بایر او به باتی هایر لخ 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 او دمار دمار میدانم آسان نیست دل کندن از محمد. هنوز دلت میکنم نمیشد جای بردن محمد دایه بماند. دایه شوهر دارد و فرزند چگونه بماند؟ کاش اجازه دهید من همراهشان بروم. هم صلاح تو و هم صلاح محمد در این است که او تنها برود. نگران چه هستی؟ این بخت ما بوده. من این خاندان را می شناسم. من هم هر فرصتی را برای دیدارش مهیا می کنم.
دو ماهگی محمد آغاز یک سفر بود و چه شگفت انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه. باز کنید برای دوری شیاطین و ارواح بد از کودکانتان. باز کنید. خسته راهی؟ بلگرم راه سختی نمسته زاده محمد بارش رو دوهان زمین بزن. چشاتون رو باز نکنید.
شیرینی غلاف سالهای گذشته را به آتش بسپارید. اجازه ندهید حیوانات به چاه‌های اصلی شهر نزدیک شود. برای آنها از چاه‌های خارج از شهر آب بیاورید. تمامی تاجران شهر انبارهای پارچه خود را بگشایند و آنها را میان مردم به قسط تقسیم کنید. برای گندم به سمت تاریخ بود. اگر مریضی دیدید از مردم جدا کنید. ببین میتوانی چند شطور اسب برای من مهیا کنی؟ گندم و پارچه آوردم. ناقابل است. خوراک و پوشاک در این روزگار از زر ناب کارآتر است. و چگونه به جبران آن برایم؟ جبرانی در کار نیست. وقتی شما آنچه دارید میان خود و یهودیان به تساوی تقسیم میکنید. تنها عدالت کلیددار کعبه ابراهیم است که مرا به این کار واداشته. فرقی بین ما نیست. اینان ساکنین این دیار و برادران ما هستند. حق همجواری سرنوشت ما را به یکدیگر پیوند داده. این هدیه به پاس نیت توست. برای کودکان این شهر، کودکی که در شب ستاره باران فاران به دنیا آمد و گمانم تو نامش میدانی؟ چیزی نمیدانم. ارزش کالایت را بگو و سکه‌اش را بگیر. تو می‌دانی. مشغول شوید. محمد باید فردا به سعدیه برگردد. او تنها نمی رود. تمام کودکان باید مکه را ترک کنند. مشغول شوید. میدانی چقدر محمد را دوست دارم؟ همه عمرم به فراق گذشت. فراق میان مرد دیروزم عبدالله و مرد فردای محمد. حالا که مادران همه همراه کودکان خود میروند، بگذارید من هم همراه محمد باشم. دوست داشتن طاقت رنج میخواد. چون دوستش داری بگذار ناشناس بماند. این کودک برای همه برکت آورد، ولی سهم خودش کن. غیر دوری و رنج رمزی از عشق. بیشک کسی بیش از من تو را دوست دار.
سوار شو. آن که لباس سفید بر تن دارد. چه میخواهید؟ در راه مانده ایم، نان و آبی اگر باشد. شایما، برایشان کمی آب بیاور. از آن بچه چه میخواهی؟ شفا، چادرهای من همین نزدیکی است. آبتان رو بخورید و بروید. همسرم بیمار است، دمی بیاید و شفایش دهد. گفتم بروید. هر چقدر پول بخواهید بهتان میدهیم، فقط شفا. روزگارتان را سیاه میکنم اگر کلامی بیش بگویید. بروید 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 بروید. بازا زود پدرت رو خبر کن. محمد رو به مکی میبرم، او رو آماده کن، پیش از سلو میرویم. محمد من، توشه ای راهتان است، بده به دست پدرم.
هیچگاه خود را از او دور نکردیم. حلیمه هیچ زنی را به خانه راه نمیداد. کسی نباید از آمدنش با خبر شود. بگو توشه مهیا کنند، من او را با خود به جای امنی خواهم برد. آمنه، بعد از رفتن من او را خبر کن. از حارس پذیرایی کن، زود برمیگردم. محمد من، به غار حرا خوش آمدی. با تنهایی عظیمش، با پاکیش و سکوتش. چه بوی خوبی دارد هوای اینجا. در راه تند آمدی، نگران بودم که تو را گم کرده باشم، اما انگار راه اینجا را بهتر میشناختی. دلتنگ مادر هستم، کی میآید؟ اینجا آمده ای منتظر او باشیم برای یک سفر. سفر؟ سفری برای دیدار اقوام. فرزندی که سالها از هم دور بودند تا
در سفری که به دیدار اقوام به یثرب می روند فرصت ظهور و تجلی می یابد. های شکفاری ها هو هفی هرد لمکه بلی الاله حسوس های ما تامکیل تخشم شلو محمد چشم خوش گیده است چشم خوش شده است اطراف میکنیم گیره آب را بگذارید گیره حیوانات زد و قرده ها نسل حیوانات آب از آن بوتا میخواهند؟ در این سرزمین خشک خداوند به فرزند ابراهیم آب را هدیه داد. به او فرمان داد تا کعبه را از سنگ بنا کند و آیین یکتاپرستی به جای بیاورد. مردم این دیار به جای پرستیدن خداوند یکتا فقط کعبه را دیدند. سنگ های آن را با خود بردند تا هر طور میخواهند بپرستند. این چنین خدای ابراهیم و آیین او را فراموش کردند. و آن آب از جوشیدن ایستاد. روشنای چشم من آمنه هزاران شو که پس از سالها دوری دیدارت نصیبم شد دوری و دلتنگی بهانه بود برای دیدارتان چشمان تو یادآور عبدالله است محمد جان خوش آمدی آمنه قدمتان مبارک خوش آمدی برید داخل بچه ها محمد مهمان شماست مراقبش باشید
عبدالله محمد را آوردم. اینجا پدرت خفته. بچه که بودم آرزو می کردم دستم به آسمان برسد و نمی رسید. از میان میوه ها میوه بلندترین شاخه درخت را می خواستم، آن که به آسمان نزدیک تر است، درست مثل آن سیب. اولین بار که پدرت را دیدم نوبرانه بلندترین شاخه درختی بود که دستی به اون نمی رسید. مردی بود زیبا، با وقار و پاک دامن که آفتابی بر چهره داشت. خدا نظر آمنه را پذیرفت و عبدالله را نصیبش کرد، هرچند عمر این وصال فقط 2 ماه بود. مثل خوابی شیرین ها مادر برایت سیب آوردن. ساره جان، چشمات را بیشتر باز کن دخترم.
سختی راه برای حالتون خوب نیست؟ حالم بهتر است، توان راه را دارم. باید امانت عبدالله را برسانم. بیش از این اصرار نمی کنم، برایتان دعا می کنم. محمد من، اینجا را خانه دوم خود بده. دلم برای این شهر تنگ می شود. دل ما هم برای تو تنگ می شود. سفرتان بی خطر. حرکت کنید، حرکت کنید، حرکت کنید. باید از خاله محمد و آمنه با خبر شدم. در خواب تشنه جرعه بودم، اما لبان تشنه و بدن بی جان محمد را در آب فرو بردم. تعبیرش رو نمی دانم. آب؟ حقم جوابی ندارد، دلم هم بی جواب آرام نمی گیرد. تعبیرش رفتن توست، عجله کن. عبدالمطلب، چرا این همه هراسانی؟ گفتیم شاید حرامیان بازگشتن. راهزنان؟ دوز نبودن. روز قبل ادهی به کاروان هجوم آوردن، اما نه در پی کالایی. در پی چی؟ آشکارا به دنبال مادری و کودکی میگشتن. محمد، آمنه، آنها کجا هستن؟ در بین راه آمنه حالش بد شد، ناچار او را به روستای عبا بردیم. عبا؟ به مهاجمان چه گفتید؟ نام روستا را نبردیم، گفتیم بازگشتن به یثرب. بزرگی کردی. برمید. نگران نباش، بیا. آنچنان میبارید انگار تمامی ندارد، ولی بالاخره تمام شد. حالا ستاره ها میآیند، آنقدر پرشمار و بازیگوش که انگار بی پایان. ولی سپیده صبح که میآید، عمر آنها نیز به پایان میرسد. این دنیا یک روز تمام میشود، اما تنها چیزی که میماند محبت و دوستی است. مثل بوی خوش دست تو که از یثرب تا اینجا هنوز همراه توست. Ha ha ha!
محمد آقا محمد بیمارن. محمد چه شده؟ تاب فراغ ندارم، تاب بیمادری. محمد تنش خیلی داغ است، تبش نمیفته داغ. تو را به خداوند یک تا می سپارم.
כאשר האנשים האלה דרשו הבמה לגור בה, ואלוהים הבדיע להם בזה. האם אמר לכם שהאדמה הזאת גולה לכם, ולא יגורו בה אנשים בלעדיכם? הגיעו, אלינו הדסות רעות במכה ישראל. עשרות הסוהרים הדו היה יורדים לאחר במכה. האם אתה רואה שזה משרת אותה יורדים? הדת שלנו לא רצה הסהר בשביל אישה. והדבר הזה מצטריך להתחסך בחוכמה עם הגויים. הצ'קות שלכם היא איך שצטריך לחבוד אותה לפני שתסטרוף את כל היורדים. צריך לחבוד את האש הזאת וכל מי שאילה באותה. מי שזורק אבן לשמיים נופל על ראשו. על דקשו עקידה בצץ שלך כל עוד אומן לו בפחת מלמדה. ابو طالب پدر محمد مشرکان به رسم جاهلیت به گرد کعبه می‌گردند و این عبادت کهن را با آداب شرک و بت‌پرستی در هم می‌ریختند اما ما همچنان حج را که میراث ابراهیم خلیل است به آیین او به جا می آوریم.
خوش آمدی. فخر میکنم که تاجر بزرگ مکه قدم به خیمه من گذاشته. مرد صحرا و این تجمل. راست بگو کجا گنج پیدا کرده؟ برد ما را در شأن مکه ندانست. به ناچار مروارید دریا را در بیابان عرضه میکنی. نه من خریدار آن گوهرم، نه پدرم خریدار وساطت من. ما من خیبر گوهرشناسیم. شنیدم پدرت در بستر بیماری است. اصالتی داشت، امور حجاج را به پسر دیگرش سپرد. شاید موسم حج آینده من ای برای تجارت ما و مکه نباشد. می شود این سفره اولین سور پیمان ما باشد با بزرگ قریش. برای عیادت پدرم مرا همراهی کن. تنها بگذارید. برای سلامت شما میدم 10 شتر قربانی کنم. دلم برای گرمی دستان شما تنگ شد. هرچند همیشه شما از من دور بوده اید، ولی شما پدرید، پدرید و بزرگ همه. دلم نمیخواهد گرمای دستانتان از من دریغ شود. مرگ برایم آسان نیست. همه اهل خانه را خبر کن جمع شد. به دل خود بد راه ندهید. کسالتی ناچیز است. نگران محمد هم نباشید، او برای همه ما عزیز است. پدر، پدر، شیر داغ است، بخورید، بدنتان را گرم می کند. روزگار شیر از این کودک دریغ شد. این کودک یگانه محافظت. او بوی پدر نشنید و مزه‌ی شفقت مادر کامل نچشید. او را جگرگوشت بدار.
مانند فرزند خودم. اکنون مرگ برایم آسان است. معامله است. از تو فرق پول مرا بیاور، زنت را ببر. ارباب بد آوردم، در گله هم مریضی. من نه مریضی میشناسم نه بوز، تو را میشناسم. رفع پول من همین است. پرتش کنید بیرون. ارباب رفت. ارباب سلام کن. سلام بر عموی بزرگوار. قد کشیده ای سوایبه را به بچه هایش ببخش. او قول داد در مدت معین دو برابر پول را پس بده. زنش را هم گروه پول گذاشت. زنش را آزاد کن، او روزی کمک تو را جبران میکند. او چگونه؟ او که توان ندارد. آن زمان که برایم کار میکرد نان زن و بچه هاش را میدادم. تمه کرد و پول خواست تا خودش کار کند. من توان وقت بد او را نمیدهم. فرصتی به من بدهید عمو تا قرضش را بپردازم. اگر نتوانستم برای شما کار بکنم. تو؟ چه کسی ضمانت تو را میکند؟ ابو طالب؟ مگر نه اینکه محمد امین است. ضمانتش راستگویی اوست. امروز روز بزرگی است. محمد پا به خانه گذاشته. یک بار برادرزادت چیزی از تو خواسته، بگو در میدان دست نگه دارند. چرا معطلی؟ سنش را برگردانید.
صبیر کنیز من بوده. قرار است بابت آزادی او محمد را بیشتر ببینی. این عهدیست شایسته. پیمانت یادت نرود؟ سر پیمانم هستم. کیستی؟ دختر شماست نه؟ خیلی شبیه شماست. چشمهای قشنگی دارد مثل خودتان. کاش عمرش دراز باشد و بچه هایی بیاورد و چشمهای شما بر زمین باقی بماند. خوش به حال شما که دختر دارید. دختر رحمت است. عبدالعزا چه کالایی در مکه به جای مانده که در کاروانت نیست؟ تنها چیزی که مانده دین محمد است. بابت مادری که آزادش کرد. کاروان بزرگی است. از شمارشان خسته شدن. کور نیستم. محمد رو هم با خودش میبره. مهم نیست. حقش این بود پیشتر محمد رو از پدرت میخواستی نه از برادرت، تا اینجور در مانده تصمیم او نشوی. راحتم بگذار. نمیتوانی در پستوی خانه بشینی و لباس الوان بپوشی، خود را بزرگ قریش بدانی. اگر نامیست برازنده، چرا بر تن ابو طالب است؟
برو کنیسه و سراغ باروخ را بگیر، بگو این پیغامی است برای ساموئل. نکت بلوم یا اوگیلی بوته به آن ما زیده پراخم ماریا لبریاتو دخازی لپرغانه بطلالت اونانای ممونلونه لبشیاتی مرون آتی و جورا آل ایبالتا عربتا؟ گفتند بزرگ این کاروان عرب شما هستی؟ بله بزرگ این کلیسا خواستند به شکرانه این روز باشکوه مهمانشان شوید با همه همراهانتان امون جان دعوت ایشان رو بپذیر موسیقی
این حامی نیازمندان فرزند شماست؟ محمد مانند فرزند مهربان با ما زندگی می کند. فرزند برادرم است. برادرتان؟ این هم نشانه است. او تنهاست و چتر خداوند بر سرش. مقصودتان چیست؟ خداوند در کلامش به سرور ما بشارت داد تسلی دهنده دیگری به ما خواهد داد تا پیش ما بماند. به آن تسلی دهنده؟ او کسی است مانند فرزند انسان اما با روح راستی. او بر سرور ما شهادت خواهد داد. اشارت است بر ما روح راستی که جهان او را نمیپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید. او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. چون آن روح حق بیاید حقیقت ناب رهبری خواهد کرد، زیرا که او از خود سخن نمیگوید و آنچه را شنیده است بر زبان میراند و خبر از آینده شما میدهد. سلام. خوش آمدی مرد جوان. سلام. که برای خود میپسندید. گناه از ماست. این منصب برپا شده است تا بخشایش بطلبیم برای گناهکاران، حالان که گناه همان قفلت است از بیپناهان. و اما سخن شما غبار از آینه کلام پیشینیان میگیرد. مسیح فرموده است با مردم همان کنید که میخواهید ایشان با شما کنند. این هم نشانه است مرد جوان که نگاهت از این عبادتگاه و شکوهش می گذرد و ردی از انسان و رنجهایش می جوید. آنگونه که خدا می خواهد. این کلام هم همون کلام مسیح است به زبان دیگر. نخستین تعلیم ما آن است: بدانی خدای تو خدای یگانه است. خدا را کجا می یابید؟ در دل‌های شکسته. بگویید خوشا و خجسته باد او که با نام خداوند می آید. در این گوشه عالم بیش از هر جای دیگری فرستادگانی از جانب خداوند آمدند. من قرائنی دیدم در این سرزمین از کینه قومی که هرگز برگزیدگان خیش را تاب نیاورده است. آنها به زبان منجی را طلب می کنند و به دل وحشت دارند. به سوتهای کوچک خو کردند و از برآشفتن جهانشان می هراسند. همه از سر جهل می ترسند منجی بیاید و انبیا و کتب پیشین را باطل کند. نمی دانند که او نه به ابطال که به تکمیل می آید. ظهور او پر از نشانه هاست. یکی از آن نشانه ها را بگو. یکی نشانی که میان دو کتف خود دارد. دیده ای؟ هاری؟ میدانی چیست؟ نشانه نبوت؟ گوش کنید، این راه پرخطر است. سفر را همینجا رها کنید، به شام نروید. به مکه بازگردید و از او محافظت کنید. به هر آنچه از کاروان برایتان بماند. باید از زمین بصره خارج شوند تا سپاه حکومت هم نتواند آنان را حمایت کند.
گفتید تصفیه حساب قومی قبیله ایست و کسی نباید زنده بماند. پس از مال آنها چه میخواهید؟ تنها نجات گم شده ای از میان ما. سلام ارشتای مستر شنا شاپدی از منها امود و انیوش ورکالات سلط آنشم شلی تدرشه الهیم آمار لموش نشلا لخا نبی مخم מאהים שלכם תשמעו לו. הוא הזמניסט שמואל. אני מודאג. گفته بودی تنها مردان عرب حامیشان هستند نه این سپاه رومیان. اینان پرقدرتند و کاراز بوده. این را به جایی نمیرسد. فرات بیشتری اجیر کن. بماند بعد از نبرد. بین خودمان بماند. با 3 نفر از کمانداران از جلو بروید و مردانی را برای نبرد اجیر کنید. اگر کسی نیامد در تنگه کوهستان منتظر بمانید. برو. شماها سایه به سایه پشت سر کاروان بروید. حرکت میکنیم. بحیرا چه تدبیر خوبی اندیشید که ما دیرتر از کاروان اصلی دیر را ترک کنیم. بعد از نبرد بیره ها در بیره ها سوارش را کجا با نهاده و گریخته؟ هیچ اسبی سوارش را نمی گذارد و بگذارد مگر آن که سوار خود گریخته باشد.
میمانیم. شطرها رو بخوابانید. مردان شما کجا هستن؟ دریا؟ نه زخمی است، طاقت سفر ندارد. آنها را کجا بیابم؟ هرچه داری میانشان تقسیم کنید. ما را همان اندازه بس است تا به قدیر برسیم. محمد باش.
پدر جان، پیامبر شما را می‌خواند. محمد پیامبر خدا مأموریت یافته تا پیام پروردگار را به بانگی بلند به شما برساند. پیام خدا بر محمد که سلام و درود بر او باد این است: عهدنامه تحریم مسلمانان دیگر باقی نیست. همان پیمان نامه گستران قریش بران مهر نهادند. پسر عبدالمطلب، پسر عبدالمطلب، پیمان نامه را او نبسته تا بخواهد رای به اتمامش بدهد. قبایل قریش بزرگانی دارند، خدایانی دارند. کجاست خدای نادیده محمد که جرأت کند در مقابل خدایان ما بایستد؟ لات و عزا و هبل برای این مردم برکت و امنیت آوردند. خدای محمد برای پیروانش چه آورده جز فقر و فلاکت و گرسنگی و مرگ؟ پسران عبدالمطلب، همین بود واگویه های مردی که از جانب خدا حرف میزند؟ پیر و جوان، زن و کودک را به میدان کشانده اید که پیمان نامه قریش را بی اعتبار کنید؟ در ملاء عام بگویید کو حجت شما؟ کو حرفی که بشنیدن بیارزد؟ و چون حجتی ندارند؟ پس بدان ابو طالب، پایان این پیمان نامه زبانی است که من بخواهم، که بزرگان قریش بخواهند. اگر جز این باشد، پاسخ مکه به شب جنگ است و شمشیر. کدام پیمان نامه بیرق جنگ و ستیز برافراشته اید که راه سران خود نمیخواهید پیش از آلودن دست ها بخون پیمان نامه ای را که در خفا نوشتند بر شما آشکار کنند؟ شاید به راستی مردم را محرم خود نمیدانید. خداوند بر فرستادهش وحی کرده پیمان نامه ای بر جا نیست. موریان ها آن را نابود کردند. اگر جز این است آشکارش کنید. این عهدی است آشکار. چیز و ساهران از اهنامی سربسته با خبر است. عصای موسا را هم چوب ساهری دانستن، باورش نکردن، جادوگرش نامیدن، ولی او پیام آور خدا بود. جز خداوند یکتا همه چیز باطل است و فناپذیر.
ای مردم، این را نشانه دعوت حق بشمارید و به خدایی رو کنید که بی همتاست و نامش پایدار. من پیمان نامه ای نمیبینم که با هم رفتار بماند. نشانه پیروزی آنهاست ابو سفیان. بیش از این تردید نکن، تیغت هنوز میبارد. تا وقتی ابو طالب عمی محمد است کاری نمیتوان کرد. محمد سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.